و اما امروز من خیلی خوشحالم میهمان جوان رو دارم هنرمند جوانی که هم میهمان ما هستن در تورنتو و امروز هم میهمان دریچه های روبرو هستند. خانم جوان و هنرمندی به نام سارا نجفی که موسیقیدان موزیسیان موسیقی, موسیقی می و تدریس هم میکنه این خانم جوان اینطوری که با سارا بعد میکردم ببینیم که از بچگی سارا با موسیقی آشنا شده گوشش، هوشش و ذوقش سارا امروز مهمان ماست که با این هنرمندی که ساکن تهران هستند در ایران تدریس میکنند در برای موسیقی هنرستان موسیقی دختران که در اونجا تدریس هارمونی میکنند به دانشجویانشون امروز در استودیو هستم که ببینیم بیشتر با این هنرمند جوانمون سارا نجفی آشنا بشیم سارا جان خیلی خوشحالم که به برنامه دریچه های روبرو دعوت من قبول کردید آمدید و هم. از اینم که در تورنتو هستی امیدوارم در حال دو موردش بهت خوش بگذره ممنون آقای مهیم منم به نوبه خودم سلام میکنم به بینندگان عزیز و دوست داشتنی اینجا ممنون که من دعوت کردیم به برنامه فرهنگی و خوبتون خب هستم در خدمتون <تصفيق> <تصفيق> من میدونم که موسیقی رو از بچگی شروع کردی یعنی در خانواده بودید شما که مشابقاتون بودن و مدرسه موسیقی رفتی بعد به دانشکده رفتی لیسانس گرفتی بعد ادامه دادی تا فوق لیسانس اون موقعی که رفتید شما ما این وارد سیستمی شدید که موسیقی کودکان رو که معروف وارد کلاس های عرف شدید یه کمی در اون مورد یه توضیح بدید برای بیننده های ما حتما من جایی که شروع کردم در از, از کلاس های موسیقی عرف تحت نظر آقای ناصر نظر خب میدونین که دوره بدی بود یعنی توی ایران تازه جنگ تموم شده بود دو سالی بود که جنگ بین ایران عراق تموم شده بود و دوره سختی بود مخصوصا از نظر هنری و مخصوصا از نظر موسیقی تنها کلاس موسیقی بود که کلاس آقای ناصر نظر بود که توی خیلی شرایط بدی کلاساشونو رو ولی تشکیل دادن واقعا من از اینجا ازشون تشکر میکنم توی یه مهد کودکی بود بعد از ظهر اونجا رو هفته ای دو روز گرفته بودن من از اونجا شروع کردم در اصل با موسیقی آشنا شدم و طبق راهنمایی ایشون تصمیم گرفتم که وارد هنرستان موسیقی. بشم هنرستان موسیقی اون زمان فقط یک دونه بود در کل ایران یک هنرستان موسیقی دختران و هنرستان موسیقی پسران امروزه هم فقط یکی دختران فقط یک دونه هست در تهران شنیدم که توی اصفهان هم هست ولی تعطیل میشه دوباره میاد پسران چند تایی دیگه هم هست وارد هنرستان اینا مختلط نیست یعنی به طور جداست بله کاملا جداست من فکر می‌کنم که دوازده سال داشتم که وارد هنرستان موسیقی شدم با ساز تخصصی پیانو پیش سرکار خانم سرکیسیان کلاسامو شروع کردم اساتید خیلی خوبی زمان هنرستان داشتیم جناب آقای حسین علیزاده، آقای کامبیز روشروان، خیلی سپاسگزارم از همهشون. از همین جا بله بله پیش آقای ارسلان کامکار مدتی ویولون زدم پیش آقای علیزاده تئوری موسیقی ایرانی و ساز ستار یاد گرفتم آقای کلاس های هارمونی و سولفژمون رو داشتن خیلی دوره خوبی بود خیلی دوره خیلی سختی بود مثلا من یادمه که دوم دبیرستان بودم یعنی دو سال قبل از اینکه دیپلم بگیرم یه شب گفتن که موسیقی به بچه های زیر 18 سال ممنوعه یعنی آه. آموزش موسیقی به بچه ها ممنوعه در هنرستان رو بستن یعنی به یک باره وسط سال تحصیل ما دیم که خب فردا مدرسه نداریم که بریم مدرسه چون که هممون زیر 18 سالیم رفت آمد خانواده ها رفتن اومدن تا بالاخره گفتن که خب میتونیم یه تفسره بزنیم اگر به صورت حرفه یاد بگیرن اشکالی نداره از اونجا بود که بعد از دو هفته تعطیلی هنرستان موسیقی دوباره خدا رو هنرستان ادامه پیدا کرد با تلاش واقعا اساتید موسیقیمون و از هنرستان فراغ و تحصیل شدم با نوازندگی پیانو از اونجا وارد دانشگاه آزاد شدم لیسانس هم و نوازندگی پیانو مجدد گرفتم دانشگاه آزاد که الان شما دارید نام میارید برای بیننده های من لطفاً بفرمید که اونجا هم باز مختلطه یا جداست بله نه دیگه دانشگاه مختلطه بله میدونید میدونی نمیتونن هم جداش کنن دانشگاه ها به خاطر مخصوصا رشته های هنری چون اساتید که کم هستن یعنی از نظر وقتی وقتشون رو کمتر میتونن بذارن از طرف دیگه معمولا تعداد, تعداد دختران کمتره بلد. مثلا من یادم ورودی ما 22 نفر بودیم 17 تا پسر 5 دختر شما تصور کنید اگر میخواستن جدا کنن خب بله خیلی... اون وقت شما ده... گفتید که سازهای مختلفی رو اه... کار کردید ویولون بله. و سازهای دیگه درست همین زمانه که پیانو رو انتخاب میکنی به عنوان سازت که وارد دانشگاه میشی؟ زمان هنرستان زمان هنرستان یک ساز انتخاب میکنیم به عنوان ساز تخصصی بعد از اون در مقطع دبیرستان چون ببینین هنرستان از راهنمایی شروع میشه بعد وارد دبیرستان میشه مقطع راهنمایی فقط یک ساز دارین مقطع دبیرستان اجازه دارین که ساز دوم انتخاب کنین من وارد دبیرستان که شدم ساز دومم و ویولون انتخاب کردم چون ساز تخصصیم پیانو بود و ساز ستا رو به عنوان ساز ایرانی شروع کردم به به خوب بله. یعنی این ستا آلات مستقی که جلش بشه دیگه همه اونجا به وجد آه، نه ولی ویولون رو به خوبی بقیه نه ویولون رو متاسفانه به خاطر اینکه خب هم فشار کاری پیانو خیلی زیاد بود بعدش هم که دیگه وارد آهنگسازی شدم مجبور شدم حالا اتفاقا سال بعدی من این بودش که شما <تصفح> میدونم که آهنگسازی فیلم رم کردید بله. آهنگسازی برای تئاتر صحنه در اون موردم, موردم یه مقداری توضیح بدید برام خب من اه، کلا آهنگسازی رو خیلی دوست داشتم البته زمانی که وارد هنرستان شدم فهمیدم که چقدر موسیقی رو دوست دارم تا قبلش خب یه علاقه متوجه بود بعد تازه فهمیدم چه دنیاییه یه ساله آخر هنر... آخر هنرستان که بود کم کم شروع کردم به نوشتن باید دانشگاه که شدم خب دانشگاه هنری خودتون میدونین هر طبقه شا. حالا هر تیکه به تیکش یه دانشگاه مختلفه جایی که دانشگاهی ما به عنوان دانشگاه موسیقی بود طبقه پایین دانشگاهی تئاتر بود باید. من از اونجا شروع کردم با بچه های تئاتر همکاری کردن خب البته یه شانس خیلی بزرگ داشتم برادر من دانش همونجا دانشجوی تئاتر بود در همون سال اون دو سال از من بالا بود شروع کردیم با هم همکاری کردن کم هم کم از تئاتر دانشجویی شروع کردیم مثلا تئاتر شب صحبت پایان نامه یکی از بچهای تئاتر بود من براش آهنگسازی کردم چند تا از همکلاسیام براش نوازندگی کردن و تئاتر دیگه مثلا مرق دریایی چخوفو رو کار کردیم اجراهای مختلفی داشتیم از جمله اجرا توی سفارت انگلستان اجرا توی سفارت آلمان که خوب بود خیلی من میدونم که گفتی که سفارت آلمان در یک دوره رقابتی به برلین رفتی؟ بله بله سال 2008 یعنی 1300 حالا از این 1388 یا 87 حالا نمیدونم یه دوران دو سه سال قبل دقیقا سه سال قبل بله یه فستیوال به نام برلینال تالنت کمپس که این فستیوال در کنار فستیوال برلین برگزار میشه برای جوانترها اه، که خب از سر, سر دنیا میتونن تو اون شرکت کنن آثارشون رو بفرستن اون سالی که من شرکت کردم تقریبا سه هزار نفر شرکت کننده داشت افه. و از این سهزار سه نفر 300 نفر رو اون سال پذیرفتن که از این 300 نفر حتما بعد همه <تصفح> کار فی... یعنی توی جانر فیلم باشن خب من توی جانر بخش موسیقیش بودم این همون موقعی است که آمدی برای فیلم بلند زاگروس بله. بله دقیقا اه. یکی از بخش موسیقی فیلم زاگروس هم من برشون فرستاد و پذیرفتنم و خیلی تجربه خیلی خوبی بود به خاطر اینکه اولین باری بود که با جوانهای دیگه از سرتاسر دنیا آشنا شدم که خب اونا هم دارن مثل من کار هنری میکنن کار موسیقی میکنن کار فیلم میکنن در شیکاگو هم یه فستیوال رفتی گویا بله بله در شیکاگو سال گذشته بود اونم نیور فستیوال بود که اونم باز فستیوال فیلم بود موسیقی ساخته بودم برای فیلم کوتاه پنهان من اها. که این فیلم خب توی اون فستیوال رفت و منم <applause> خب همراه. بله همراهی کردم چرا حالا بیایم برگردیم به اولین سوالی که من از شما کردم شما راجع به عرف صحبت کردید ده. که البته عزیزانی که با موسیقی آشنایی دارن میدونن که این عرف یعنی چیز معمول نیست بله در اون باره یه مقداری توضیح بدید که این مثل عرف کی هست و این نوع موسیقی رو برای کودکان چرا تجویز کرد نبیزم. که زده بشه در اون یه مقداری برای والدین بچه های کو، اه، کوچک اه، حتما مفیده برش دقیقا خیلی هم خوبه که یه تاریخچه ای که بگم کارل اورف آهنگساز آلمانی بله. که اثر معروفش کارمینا برونا را حتما میشناسند بینندگان عزیزتون اولین کسی بود که گفت موسیقی کودکان باید از موسیقی بزرگسالان جدا باشه و روش جدید درست کرد برای موسیقی کودکان کودکان با بازی موسیقی رو یاد گرفتن با شعر خوندن موسیقی رو یاد گرفتن همین اتفاق توی ایران میفته یعنی سمین باخچبان میاد شعر برای کودکان میگه بله. خود شعر میگه روش موسیقی میذاره یعنی عرفی که امروزه حتی همین الان تدریس میشه توی ایران و عرفی که منم حتی یاد گرفتم و سالیان قبلش هم بوده همون اشعاریه که سمین باخچبان گفته آهنگسازی کرده و بر اساس اون و بچه ها با بازی با با شعر خوندن با موسیقی آشنا میشن کم کم رنگ ها رو یاد میگیرن هم واسه هر نوتی یه رنگ اضافه میکنن میاد تا به نوت خانی به صورت امروزه و آکادمیکش می میرسه زحمت زیادی کشید و نامش واقعا توی تاریخ ادبیات و هنر ما یک نام بسیار برجسته ایه امیدواریم که بتونیم کسایی رو حداقل نظیر اینها پیدا بکنیم که از کجا من شاید یه روزی سارای نجفی بیاد یه همچه کاری رو بکنه بعد شما توی دوره فوق لیسانس وارد مقطع لیسانستون بود که پیانو رو انتخاب کردید رفتید آهنگسازی کردید برای فیلم برای تئاتر فیلم های کوتاه فیلم های بلند به فستیوال هم رفتید که الان توضیح دادید بفرمید که من میدونم با استاد فخر هم شما کار کردید بله بله م... توی همون مقطع لیسانس که بودم خب البته دوست داشتم که آهنگسازی بخونم و میدونستم که همه جای دنیا توی مقطع لیسانس هم گرایش آهنگسازی وجود داره ولی خب ما توی ایران نداشتیم الان دو ساله که دانشگاه تهران دانشکده موسیقی در مقطع لیسانس گرایش آهنگسازی رو گذاشته تنها گرایشی که بود گرایش نوازندگی بود من ساز پیانو رو ادامه دادم توی دانشگاه آزاد استاد فخر دینی کلاس هارمونی داشتن با ما که تدریس هارمونی میکردن همونطور هم که میدونین خب هارمونی شناخت آکورد هاست و شاید بشه گفت شروع آهنگسازیه من اونجا هارمونی رو شروع کردم با استاد و در کنارش در ادامه بعد از دانشگاه کلاس های خصوصی آهنگسازی پیش ایشون رفتم و هارمونی و کنترپوهن رو پیش آقای فخردینی تموم کردم ایشون رهبر ارکست ملی بله البته بودن خودشون دیگه به دلایل یک سال هستش که کنارگیری گیری کردن از ارکستر ملی الان ارکستر ملی پابرجاست بله پابرجاست بله, یکی از نوازندگان جوان و خوب ایرانی آقای بردیا کیارس الان رهبری ارکستر ملی رو داره خوب کار میکنه خیلی زحمت میکشه الان ما جوانای های هنرمند واقعا در هر رشته هنری بسیاری داریم بچه هایی که خیلی باهوشن خیلی خوشزوغ هن نوع آوری میکنن که میبینیم در هر رشته این باعث افتخاره و سال جان ما یکی دو برنامه قبل چند برنامه قبل دو میهمانی رو داشتیم اونجا که آنها پیانیست بودن و راجع به همین عرفی که صحبت بیکردید خانمی که این رشته رو الان داره درس میده به بچه های کانادایی و ایرانی در اینجا حالا شما بفرمید که یه مقداری راجع به این محیط تدریستون برای ما بگید مثلا من تا الان نمیدونستم که هنرستان است برای موسیقی خب من البته سالهای زیادی از ایران دورم که فقط خانم ها میشینن اونجا درس میخوان و شما استادشون از این تغییر راجع به اون فضا و محیط برای بیننده های میکن حتما چشم <تصح> اول از همه اینکه هنرستان از نظر من که خودم هنرستانی بودم بهترین محیط برای یادگیری موسیقیه به خاطر اینکه بهترین سن بچه ها دیگه از اون حالت بچگی در اومدن خیلی جدیان یاد میگیرن که سر کلاس باشن یاد میگیرن به استاد احترام بذارن تمام اینها سن خیلی خوبیت بزارن. همون سن دبیرستان راه مقطع راهنمایی و دبیرستانه هنرستان موسیقی هم مثل تمام مدارس توی ایران نمیتونه مختلط باشه به خاطر اینکه شما میدونین دبیرستان ها و راهنمایی و دبستان در ایران جداست دختر و پسر جداست هنرستان موسیقی تفاوتی که با مدارس دیگه داره این که سه سال اولش یعنی سه سال مقطع راهنمایی بچه ها سه تا درس اضافه میخونن ولی تمام دروسی که بچه های دیگه مدارس دیگه میخونن هم میخونن یعنی کارشون در از سه برابره هار... به تئوری سولفج و ساز تخصصی یه ساز تخصصی انتخاب میکنن اه... که اونا دیگه تا آخر ادامه میدن سولفج و تئوری هم میخونن بعد از سه سال اگر اون امتحان اصلی رو رد بکنن وارد دبیرستان میشن وارد دبیرستان که شدن خب درست تخصصشون بیشتر میشه درست عمومیشون کمتر هارمونی بهشون اضافه میشه که حالا من <applause> یکی از خوش شانسیام بود که به بچهای هنرستان هارمونی درس میدادم هارمونی اضافه میشه بهشون ساس شناسی تاریخ موسیقی تاریخ موسیقی ایران تاریخ موسیقی جهان کم کم تمام این درست بهشون اضافه میشه و خب این که بچه ها شانس بچه هایی که هنرستان موسیقی میرن یا به نظر من شانس بچه های که اصلا هنرستان میرن اینه که خیلی زود تکلیفشون با زندگی روشنه آها. یعنی دیگه بچه از 15-16 سالگی میدونه که من قرار موزیسین بشم قراره که یا معلم ساز بشم، آهنگ ساز بشم، نوازنده بشم ولی تکلیفش با خودش و زندگیش مشخصه اینکه حالا 18 سالش بشه تازه تصمیم گیری کنه که خب من دانشگاه کنکور بدم چه رشته قبول بشم، چه رشته قبول نشم واقعا شانس بچه ها از این نظر که خودشون رو زودتر پیدا کنن خیلی بهتره خب زوغ هم میخواد خیلی و پشتکار خیلی. هر پشتکار. دو استعداد پشتکار پشتکار واقعا خیلی توی موسیقی مهمه یعنی اینکه هر چقدر هم استعداد داشته باشن اون تمرین روزانه رو باید داشته باشن یعنی این من یادمه که معلم پیانو، خالمه سرکیسیان همیشه میگفتن که مثلا اگر میگفتیم خب یه روز پیانو تمرین نکردم بعد میگفتن غذا خوردی یعنی میگفتن تو چطور میتونی غذا بخوری ولی پیانو تمرین نکنی این دو تا مثل همدیگن اگه میخوای پیانو تمرین نکنی خب غذا هم نخور. اونم حذف کن و واقعا خیلی مهمه خیلی تاثیراتی که توی اون سن برای بچه ها میذاره موسیقی از همه نظر از نظر فکری روحی احساسی از همه نظر خیلی براشون مهمه تا بیان بزرگ برای فیلم های تلویزیونی هم چیزی ساختی یا فقط برای فیلم های کوتاه سینمایی بود یا بلند بله یک فیلم تلویزیونی بود به نام همچون یک رویا البته بازم فیلم تلویزیونی بود یعنی سریال تلویزیونی نبود بل. بله برای اونم موسیقی ساختم فکر میکنم که دو سال پیش بود بله وقت الان برنامه چیه؟ برنامه در پیش رو چه پروژه ای داری؟ درسته من چهار سال پیش یک آلبوم منتشر کردم به نام آرامین بله. آرامین یعنی به آرامی بله که مجموعه کاره بی کلام هم بود آه. که خب منتشر شد و الان برنامه جدیدم اینه که یه آلبوم با کلام میخوام منتشر کنم که خب تقریبا آماده است اشعار انتخاب شده آهنگسازیش انجام شده تنظیم شده بعضیش به مرحله ضبط رسیده یه مشکلی که دارم این که خیلی دوست دارم که صدای زن باشه تکخانی زن باشه که در ایران نمیتونم که در ایران نمیتونم ولی خب حالا دارم روش فکر میکنم که شاید دو تا زن بذارم یا همون خواننده‌ای که انتخاب کردم دو بار بخونه فعلا در کشاقوس این مثلا و البته موزل گرفتن مجوز اشعار دارم. در ایران که خب خیلی پروسه عظیمی داره چون مثلا شما تصور کنید یه شعری در کتاب شعر چاپ میشه ولی همین شعر رو که میخواین روش موسیقی بسازی و میدیم برای مجوز حالا امکان داره که مشکل مثلا بگن فلان بیت کم کنیم خب که این خیلی. همه رو گرفته مثلا وقتی به خمسه نظامی دست بله. جا میکنن دیگه هست امیدواریم که تمام اینها یک روزی درست بشه امیدواریم بله خب من فکر میکنم که بعدا یه تیکه از این کار شما رو حتما گوش خواهیم داد این موسیقی برنی کرمتون خودتون اه، الان چه صحبتی دارید که مهمان تورنتو هستید برمیگردید به ایران با بیننده ها و با جوان ها که عاشق موسیقی هستند راهی رو رفتی طی کردی آمدی هم موسیقی بینوازی زی هم می نویسی هم تدریس میکنی چه توصیه داری برای بچه های ما که در اینجا هستند امکانات بسیار وسیعی دارن اگر استفاده بکنن این دوربین شما <applause> خواهش میکنم خب من میدونم که بچه ها نصیحت کردن اصلا دوست ندارن منم اصلا نمیخوام که کسی رو نصیحت کنم فقط اینکه تجربه ای که داشتم اینکه م... بهترینه که خودتون پی... پیدا کنین یعنی خیلی زود خودتون رو پیدا کنین حالا فکر میکنین که توی هنر توی پزشکیه، توی ریاضیات، توی ورزشه خیلی زود بدونین که چی میخواین از زندگی و همونو ادامه بدین یعنی بدترین اتفاقی که میفته این شاخه به اون شاخه پریدنه مخصوصا اینجا که امکانات خیلی زیاده بچه وارد مدرسه که میشن هر سازی که دوست دارن انتخاب میکنن نه یه ساز رو انتخاب کنید اگر میخواین موسیقی کار کنین و اون ساز توش واقعا به جای خوب برسین پشت کار داشته باشین در تمرین تمرین خیلی مهمه زمانی که ترمین سازتون رو روزانه داشته باشین یاد میگیرین که بقیه ترمیناتتون هم روزانه داشته باشین موسیقی اتفاقی که توش میافته شما هر سازی که شروع میکنین اولش خب جذاب، خیلی خوبه آسونه به مرحله سختش که میرسین فکر میکنین که دیگه اون ساز رو دوست ندارین و بعد بذارینش کنار نه اون مرحله ایه که واقعا باید ادامه بدین یعنی حتی خانواده اگر توی اون مرحله فشار روی بچه ها بیارن هیچ اشکالی نداره چون عوضش بچه ها ادامه میدن و یاد میگیرن که ادامه بدن نکته دیگه این که خب دارین توی کشوری زندگی میکنین که آزادی هست حق انتخاب دارین حق حرف زدن دارین و قدرش رو بدونین من اینجا مهمان دو تا از دوستایی خیلی عزیزم هستم که از ایران با هم دوست بودیم نکته ای که همیشه بهشون میگم اینه که استفاده کنید از حقی که توی دانشگاه دارین از اینکه میتونید توی دانشگاه حرفتون رو بزنین از این آزادی که دارین به نحو خوبش استفاده بکنین چیزی که من خیلی خوشحالم که توی ایران درس خوندم هیچ مشکلی نداشتم ولی همیشه معضل بوده همیشه این اینکه جایی که دوست داری حرف بزنی نمیتونی حرف بزنی یا باید خیلی تلاش کنی تا حرفتو به کرسی بشونی قدرش رو بدونید و یه نکته کوچولوی دیگه اینکه چون نکته که من حالا این مدت توی تورنتو متوجه شدم اینکه اینجا به فرهنگتون خیلی اهمیت داده میشه یعنی هر کسی با فرهنگ خودش که داره میتونه صحبت کنه چینی، ژاپنی، ایرانی، افغانه و و و بشناسید کمی فرهنگ ایران رو بشناسید، شعر ایران رو بشناسید، موسیقی ایران رو گوش کنید، بنوازید و همین موقع به موندگاری اون میشه نه بر خوب که یه معلم جوان بشینه با بچه ما به این خوبی و شیرنی از قلبش چیزی که میدونه بگه سارا جان من امیدوارم تا هر روز دیگر هم چند روز دیگر هم که خوش بگذارد ممنون،, ممنون و باز هم ممنون از اینکه برنامه در چای روبه رو به رو آمدی و باز امیدوارم که در زمانی دیگر اگر کاری رو عرضه کردی حتما این برنامه مال هنرمندانه میتونی در اینجا هم برای ما بفرستی که بذاریم حضرش رو کسای دیگه هم ببرن خیلی متشکر خیلی متشکر گذارم از برنامه بسیار بسیار خوب خدا نگهدار